خب بسم الله الرحمن الرحیم. بنده عرض سلام دارم خدمت شما عالی محترم رسانه. در کنفرانس خبری قبل از بازی مثل رفسنجان و پرسپولیس هستیم. در ابتدا در خدمت سرمربی محترم تیم پرسپولیس جناب آقای یحیی گل محمدی هستیم. آقای گل محمدی خوش آمد میگم خدمت شما و البته حضور اعضای تیم پرسپولیس رو در رفسنجان. صحبت بفرمایید راجع بازی فردا. بعد از صحبت شما اگر سوالی بود در خدمت هستیم. به نام خدا و عرض سلام خدمت شما دوستان عزیز و خیلی خوشحالیم که تو این شهر خوب و با مردمان با صفا حضور داریم و تشکر میکنم از همه پرسپولیسی هایی که تو این شهر از ما استقبال کردن. از تک تکشون واقعا ممنونیم. خب آخرین بازی نیم فصل رو در پیش داریم و با توجه به وضعیتی که تو جدول وجود داره هم برای ما هم برای تیم مثل رفسنجان فکر میکنم که باعث این بشه که فردا شاید بازی خوب از طرف دوتا تیم باشیم. خب مثل رفسنجان نتایج زیاد خوبی تو این چند تا بازی آخرش نگرفت، ولی با توجه به این که بالاخره دوست دارن شرایطشون تو جدول درست کنن و ضمن این که با توجه به بازیایی که من از این تیم دیدم تو این چند تا بازی اخیرشون واقعا تو چند تا بازی استحقاق شکست هم نداشتن. تیم خوبی دارن، مورای خوبی دارن، مربی و کادر فنی خوب واقعا الهامی و همکارانشون فکر میکنم که میتونن اینجا روزای خوبی رو برای تیم مثل رفسنجان به وجود بیارن. در صورت بچه ما هم انگیزه زیادی دارن و مطمئنم که فردا یه بازی خوبی از آب در میاد. با توجه این که هر دو تیم داره بازیکنهای فنی و خوبی هستن فکر میکنم که فردا شاید یه بازی خوبی باشیم از دو تیم و هدف اصلی ما هم قطعاً با توجه به وضعیت جدول اینه که بتونیم سه امتیاز رو به دست بیاریم و خودمون رو بالای جدول نگه داریم. دوستان بفرمایید سوال. در خصوص خسته نباشید میگم شما خوش آمد میگم برای اصلا. در خصوص حال محروم ها و مصدوم ها اگه پرسپولیس داریم بفرمایید ممنون میشه. محروم که نداریم، مصدوم همون آقای پورعلی گنجی بودن، آقای یاسین سلمانی، میلاد سرلک و وحید امیری پنج تا داشتیم و یکی یادم نیست، ولی بقیه بچه آماده بازیم. مرسی جان، خسته نباشی، خوشم میگم شهر رفتنگم. سوالم در باره لیست اعلام شده تیم ملی بیست هفت بازیکنی که به تیم ملی دعوت شدن، تا سه تا بازیکن شصت شما بوده قطعا جاده شاید بیش از اینم دعوت بشه. سوالم اینه که اعلام لیست تیم ملی قبل از بازی شما بهتر نبود، صبر می‌کردم بعد از اتمام بازی هفته 15 اعلام شد بهتر نبود برای شما؟ حالا بچه‌های ما اینقدر حرفه‌ای هستن که به این مسائل زیاد توجه نکنن و در صورت یه مقدار غافلگیرانه بود تو زمانی که این لیست اعلام شد، ولی خب در صورت شاید 90% بازیکن‌ها مشخص بود که چه بازیکنایی هستن. احترام میذاریم در صورت به انتخاباشون و براشون عرض موفقیت داریم. سوال بعد. جان بکنم. اصلا نباشی؟ خدمت شما. سوال هم در مورد پیشبینی خودتون از نتایج تیم ملی در جام حذفی. خب با توجه به اینکه به نظرم بازیکنهای خوب و با تجربه شدن همشون اکثرشون و قوره خوبی نسبتاً، فکر میکنم با یه آمادگی خوب میتونه این تیم تا فینال بره و به نظرم بازیکنها اینقدر با تجربه هستن که این روزها رو هم دیدن، مربی خوب و با تجربه هم دارن، فکر میکنم که شاید
انشاءالله نتایج خوبی از طرف بچه‌ها و بازیکن‌ها باشیم. آقای محمدی، من این سوال بپرسم. دیشب آخر شب بود، نظام وظیفه این خبری اومد بیرون، اعلام کردن که بازیکن سرباز میتونن تا آخر فصل بمونن تو تیمشون. حالا میراد سرایکو، محمد عمری تو تیم شما. باز صبح خبر منتشر شد که محمد عمری با ملوان بسته و نیم فصل دوم قرار اونجا بازی کنه و یه مسابقه دوباره بعد از اون مدیر عامل معلوم که نه، ما محمد عمری صحبتی نداشتیم. چه جوریه وضعیت میلاد سرایکو محمد عمری؟ میلاد که فکر میکنم مشکلی نداشته باشه، حالا با توجه به این صحبتی که از طرف نظام وظیفه شده و فکر میکنم تصمیم خیلی خوبی هم گرفته شد، شاید حدود 35-40 بازیکن بودن که این مشکل رو داشتن و تا آخر فصل میتونن در خدمت تیمشون باشن. محمدم فکر نمیکنم تصمیمی غیر از موندن تو پرسپولیس بگیره، شاید بتونه خودش رو سرباز کنه، ولی قطعا چیزی که مهمه اینه که باید تو این تیم بمونه، امسال هم تو این تیم بمونه تا سال بعد ببینیم چه اتفاقاتی میفته. ممنون از شما. آقای گرمانوی، در خصوص اون یک امتیازی که از شما برگرد شد به سپاهان، اگر نظرتون در این خصوص هم بفرمایید ممنون میشم. اگر سپاهان زیاد شد دیگه، حالا ما اتفاقات عجیب و غریبی توی بحث وضع قوانین به وجود اومد، از همه اول قابل پیشبینی بود که این مسائل به وجود میاد. من خودم راجع به این مسائل صحبت کردم و گفتم مشکلاتی که به وجود خواهد اومد زیاده و همین اتفاقات هم متاسفانه افتاد و شاید زیاد کارشناسانه نبود اتفاقات و وضع این قوانین. در صورت وقتی میخواییم یه همچین تغییرات عمده‌ای توی نقل و انتقالات و بودجه و فلان داشته باشیم، باید از همه کارشناسا استفاده میشود، از مربی ها، از سرپرست ها، از مدیر عامل ها، از اصحاب رسانه، همه باید توی این تغییرات و وضع شدن چنین مقرراتی دخیل بودن و مشکلات رو به حداقل میرسوندن، ولی خب متاسفانه خیلی عجولانه این کار رو انجام دادن و غیر کارشناسانه بوده. قطعا صدمات زیادی به باشگاه من جمله خود ما وارد شد و متاسفانه نتونستیم از گروهمون صعود کنیم، هرچند که خب گروهی خیلی سختی هم بود، ولی این اتفاقات به ضرر باشگاه شد تا اینکه بخواد به نفع باشگاه باشه و شاید تجربه خوبی باشه برای اینکه افرادی که آگاهن و کارشناسن تصمیم بگیرن، نه اینکه دو نفر سه نفر بشینن دور هم قوانین رو وضع کنن و آخرش هم به این فضاحت برسه. این واقعا جای تأسف داره برای فوتبال. ممنون از شما.